به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. زمین زیر پای توست فرزندم، به آسمان ها نگاه کن. امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسن بند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی و با نمونه آزمون زبان انگلیسی پایه 11 هم در خدمت شما دانش آموزان عزیز هستیم. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. نمونه آزمون زبان انگلیسی پایه 11 هم، بخش A، گرامر یا دستور زبان. سوال اول، Working with technology for long hours، جای خالی also، جای خالی people's health، have risk. دوستان و دانش آموزان عزیز، همونطور که میدونید یکی از بحث‌های گرامری که در زبان پایه 11 مطرح شده، بحث مربوط به حال کامل یا ماضی نقلی هست، فاعل به علاوه هاو یا هاز به علاوه قسمت سوم فعل. با توجه به توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم، گزینه بی و گزینه دی هاز میشه، اشتباهه. بعد از هاو یا هاز قسمت سوم فعل میاد، ریسک به معنی خطر کردن، ریسکت. گزینه A و گزینه C میتونن پاسخ درست باشن. با توجه به این که Working with technology for long hours، پاسخ صحیح گزینه C میشه. Has also risked people's health. کار با فناوری یا تکنولوژی برای ساعتهای طولانی، برای ساعتهای زیاد، همچنین سلامتی افراد را در معرض خطر قرار داده است. سوال دوم، Let's go and have a drink. We've got جای خالی time before the train leaves. Many a little, few a few. یکی دیگه از بحثایی که در زبان انگلیسی پایه 11 هم داریم، بحث اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش و صفاتی که قبل از این اسامی میان. اینجا ما تایم رو داریم، قبل از تایم منی و افیو به کار نمیره. پاسخ صحیح میشه گزینه a little، قبل از اسامی غیر قابل شمارش a little میاد. Let's go and have a drink. بیا بریم و یه نوشیدنی بزنیم، یه نوشیدنی بخوریم. We've got a little time before the train leaves. یه کمی وقت داریم قبل از اینکه قطار ترک کنه، حرکت کنه. سوال سوم، A. Would you like جای خالی soup? B. Just جای خالی please. Some, a few, any, little. Some, a little, any و a few. پاسخ صحیح گزینه C میشه. Would you like some soup؟ یه مقداری سوپ میل داری؟ Just a little please، فقط یه کمی لطفاً. بازم سوپ رو داریم، غیر قابل شمارش هست و a few گزینه‌ای که a few داره حذف میشه. یعنی گزینه A و گزینه D حذف میشن. با توجه به قواعد گرامری گزینه صحیح میشه گزینه C. سوال چهار، How long جای خالی your car؟ B. Since Nowruz. Did you have? Have you? Have you had? You had. خب دوستان، ما در بحث گرامری مربوط به زمان ماضی نقلی یا حال کامل میگیم که فاعل به علاوه هاو یا هاز به علاوه قسمت سوم فعل. فعل اصلیمون هاو یا هاز گذشته و اسم مفعولش میشه هد، یعنی شکل دوم و شکل سومش میشه هد. ما با شکل سومش کار داریم. How long، اینجا since رو داریم. یکی از مواردی که یکی از کاربردهای زمان حال کامل
سینس هست، یعنی وقتی سینس رو داشته باشیم میفهمیم که زمان حال کامله. پس پاسخ صحیح گزینه سی میشه. How long have you had your car؟ چند وقت این ماشین رو دارید؟ Since نوروز، از نوروز تا حالا. با مبدع زمان به کار میره سینس. پنجمین سوال، I have known him، جای خالی January. He is a very generous man. Since، for، from، by. گفت که فاعل به علاوه have یا has به علاوه قسمت سوم فعل میشه کاربرد زمان حال کامل. فاعل I have یا has به علاوه know، new، known. اینجا چون مبدا زمان هست از since استفاده میکنیم. I have known him since January، از ژانویه تا حالا میشناسمش. He is a very generous man، او یک مرد سخاوتمنده. زمان حال کامل با since و for به کار میره، با مبدا زمان since رو به کار میبریم. ششمین سوال، A would you like to eat something؟ B thanks I am full. I جای خالی something، I have already eaten، have yet eaten، have lately eaten، have never eaten. میگه آیا میل داری یه چیزی بخوری؟ میگه متشکرم سیرم. I'm full سیرم. I جای خالی something، I have already eaten something، یعنی همین از سائه یه چیزی خوردم. Already، yet، since، for و never، اینا با حال کامل به کار میرن، کاربرد زمان حال کامله. اینجا با توجه به معنی و مفهوم جمله و کاربرد کلمه already از گزینه A به عنوان پاسخ صحیح این جمله استفاده میکنیم. دقت کنید که yet در جملات منفی به کار میره، never هم جمله رو منفی میکنه، قید منفی سازه. B vocabulary، پس از تحلیل سوالات مربوط به گرامر میرسیم به سوالات vocabulary. ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار مطالبی از این قبیل کمک کنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. سوال هفتم، I don't think it's necessary for me to sound like a جای خالی speaker، I just want to be able to speak fluently، native، active، former، proud. ترجمهش میشه I don't think، فکر نمی کنم، it's necessary for me، برای من ضروری باشه، to sound like a native speaker، که مثل یک سخنگوی بومی صحبت کنم. I just want to be able to speak fluently، فقط میخوام که بتونم به روانی به سلاست صحبت بکنم. Native speaker، a native speaker یعنی یک گویشور یا سخنگوی بومی. Active فعال، former پیشین، proud مغرور. پاسخ صحیح گزینه A میشه. هشت، praying joyfully stress and gives people a calm and balanced life، develops، increases، decreases، maximizes. گزینه ها رو دقت کنید دوستان، develops، increases، decreases، maximizes. گزینه A، B و D تقریبا معنیشون یکیه. گزینه صحیح میشه گزینه C، praying عبادت کردن، decreases کاهش میداد، stress استرس، تنش، فشار رو، and gives people a calm and balanced life، و به مردم یک زندگی متعادل و آرام میده. نه، some scientists believe that water جای خالی in Mars presents, exists, varies. برخی از دانشمندان باور دارند که آب در مریخ، سیاره مریخ، جلوگیری کردن، اجتناب کردن، ارائه دادن، حاضر شدن
وجود داشتن، مختلف بودن، متفاوت بودن، فرق کردن. پاسخ صحیح گزینه سی میشه. سوال ده، You can't جای خالی my surprise when I heard the news. Change, think, imagine, believe. ترجمهش میشه شما نمیتونید change تغییر دادن، think فکر کردن، imagine تصور کردن، believe باور کردن. نمیتونید چیکار کنید این گزینه ها رو که گفتیم. My surprise یعنی شگفتی منو when I heard the news، وقتی که اخبار رو شنیدم، خبر رو شنیدم. You can't imagine نمیتونی تصور کنی. My surprise حیرت و شگفتی منو when I heard the news، وقتی که اخبار رو شنیدم. 11. High blood pressure is often related to unhealthy lifestyle. جای خالی، such as smoking, being overweight and not exercising enough. Titles، القاب، عناوین، ideas، ایده ها، نظرات، habits، عادت ها، عادات، relations، ارتباطات. ترجمهش میشه فشار خون بالا غالبا یا اغلب وابسته هست به سبک زندگی ناسالم، عادت های سبک زندگی ناسالم. سی، مثل سیگار کشیدن، smoking، being overweight، اضافه وزن داشتن، and not exercising enough، و به اندازه کافی ورزش نکردن. 12. جای خالی، is a person who spends little or no time exercising and a great deal of time watching television. Addicted person، یک شخص معتاد. Couch potato، تنه لش، خوره تلویزیون. Depressed person، شخص افسرده. Active person، شخص فعال. ترجمهش میشه شخصیه که صرف میکنه زمان هیچ یا یه مقدار خیلی کمی صرف ورزش یا نرمش کردن و زمان خیلی زیادی رو صرف تماشا کردن تلویزیون، که میشه couch potato، خوره تلویزیون، تنلش. 13. The engineer managed to جای خالی the surface area of the room quickly. Measure, respect, browse, accept. Measure اندازه گیری کردن، respect احترام گذاشتن، browse جستن، گشتن، accept پذیرفتن. مهندس مدیریت کرد تا سطح منطقه اتاق رو به سرعت. Measure، to measure یعنی اندازه گیری کند، اندازه بگیرد. 14. They جای خالی after their university classes they go to a coffee shop and enjoy their time. Go away، بیرون رفتن. Call out، فراخواندن، احضار کردن. Hang out، سپری کردن. Turn around، چرخیدن. They hang out after their university classes، اونا بعد از کلاس‌های دانشگاهیشون با هم به سر می‌بردن، با هم می‌گشتن. They go to a coffee shop، اونا میرن به یک کافی شاپ. And enjoy their time، و از اوقاتشون لذت میبرن. 15. Some people do not have well paid jobs and they have to find a second or even a third job to جای خالی their needs، to increase، vary، meet، express. Increase افزایش دادن، افزایش یافتن. Vary متفاوت بودن، تغییر کردن. Meet ملاقات کردن. Express بیان کردن. ترجمهش میشه برخی از افراد شغلهایی که حقوق خوب پرداخت میکنن ندارن و اونا مجبورن که یه شغل دوم یا حتی یه شغل سوم رو پیدا کنن تا اموراتشون بگذره. To meet their needs، to meet their needs، تا اموراتشون بگذره، نیازاشون برآورده بشه. Increase افزایش یافتن. Vary express، meet their needs، meet their needs یعنی تا نیازهاشون برآورده بشه. 16. Sadly some people do not visit their relatives because they are busy so they use technology to influence، predict، identify، communicate. متاسفانه برخی از افراد به دیدن بستگانشون نمیرن
به خاطر اینکه اونا سرشون شلوغه، پس اونا استفاده میکنن از تکنولوژی تا ارتباط برقرار کنن، ارتباط داشته باشن، communicate ارتباط برقرار کردن، identify تشخیص دادن، شناسایی کردن، predict پیشبینی کردن، influence تحت تأثیر قرار دادن، اثر گذاشتن. 17. The local police had warned visitors to جای خالی the beach at night. Take off, turn off, cut off, keep off. پلیس محلی اخطار داده است به بازدید کنندگان که to keep off the beach at night، که در شب، شبانه، شباهنگام در ساحل قدم نزدن، پیاده روی نکنن. keep off the beach، take off درآوردن لباس، کنده شدن هواپیما از زمین، turn off خاموش کردن تلویزیون، cut off و keep off که پاسخ صحیح این سوال میشه. It is really hard to understand Chinese. این واقعا سخته که چینی رو بفهمی. فهم چینی، فهمیدن چینی خیلی سخته. Hard زیرش خط کشیده. Hard is closest in meaning to. Hard نزدیکترین معنی داره با lucky خوششانس. Difficult پیچیده، سخت، مشکل. Real واقعی، amazing تعجب انگیز، حیرت انگیز، که پاسخ صحیح میشه گزینه B. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که در زبان پایه 11 مطرح شده بحث مربوط به مترادف‌ها هست. مترادف‌ها دو یا چند تا کلمه هستند که معنیشون با هم یکیه و به جای هم میتونیم ازشون استفاده کنیم. difficult، hard. سوال 19. There is a close conversation addition relationship measure between diet and health problem, so try to have a healthy lifestyle and a balanced diet. Conversation مکالمه، addition اضافه، افزایش، relationship ارتباط، measure اندازه، اندازه‌گیری. وجود دارد یک ارتباط نزدیک، گزینه C، میان رژیم غذایی و مشکل سلامتی، پس تلاش کن، سعی تو بکن که یه سبک زندگی سالم و یک رژیم غذایی متعادل رو داشته باشی. 20. The poor quality of cars made inside Iran makes them جای خالی and fail to meet necessary standards. Normal, unsafe, incomplete, regular. کیفیت ضعیف ماشین هایی که در ایران، داخل ایران ساخته می شوند باعث شده که، باعث میشه که اونا رو normal, unsafe، نورمال یعنی عادی، معمولی، آن سیف یعنی غیر امن، غیر مطمئن، اینکمپلیت ناقص، رگیلر منظم، پی در پی، قاعده دار. پاسخ صحیح گزینه B میشه. اونا رو ناایمن میکنه and fail to meet necessary standards و نمیتونن اون استانداردهای لازم رو برآورده کنن. 21. Today, جای خالی radio and television mass advertising can reach millions of people at a time with its messages. Beside, inside, following, through. امروزه beside علاوه بر، inside درونه، beside کنار پلو، following ادامه دار، دنبال کردن، through از طریق، امروزه through از طریق رادیو و تلویزیون، رسانه های گروهی میتونه برسه به میلیون ها نفر در هر زمان پیغاماش. گزینه صحیح گزینه دی میشه. close test، دوستان دقت کنید اینجا یه پاراگراف داریم، در این پاراگراف یه سری از کلمات رو جا خالی داده که باید کلمات صحیح رو در جای خالی قرار بدیم طبق شماره، مثل سوال تستی میشه دیگه. There are more than 3000 languages in the world today. امروزه بیشتر از 3000 زبان در دنیا وجود دارد. But اما، the one which is جای خالی all over the globe is English.
the one which is circled دور چیزی خط کشیدن spoken صحبت کردن expressed بیان شدن prepared آماده شدن the one اما اونی که is spoken all over the globe در تمام دنیا صحبت میشه انگلیسیه اولیش میشه spoken speak spoke spoken English is the language of international communication celebration pollution production communication انگلیسی زبان ارتباط بین المللی است communication ارتباط رابطه celebration جشن pollution آلودگی production تولید It is the language of international business این زبان تجارت بین المللی است and science و همچنین علم more than half of the scientific and جای خالی textbooks میگه بیشتر از نیمی از کتاب‌های یا متون strategy knowledge research pattern research متون تحقیقاتی و علمی are in english به زبان انگلیسی هستند knowledge دانش strategy فن pattern الگو most other languages بیشتر زبان‌های دیگر especially european ones مخصوصاً اونایی که اروپایی هستن در اروپا صحبت میشن have carried raised borrowed prepared have borrowed یعنی قرض گرفتند many english words بسیاری از کلمات انگلیسی را raised بلند کردن carried حمل کردن بردن prepared آماده کردن That is why Europeans find learning English این به اون دلیله که اروپایی ها یادگیری انگلیسی رو easier than Asians or Africans این به اون دلیله که اروپایی ها زبان انگلیسی رو ساده تر از آسیایی ها یا آفریقایی ها یاد میگیرن easier ما than رو داریم کاربرد صفت تفضیلیه با than easiest ساده ترین to be easy یعنی ساده بودن این هم از close test B D reading و متن خواندنی life is very different from many young people in South Korea یعنی زندگی خیلی فرق داره برای بسیاری از افراد جوان در کره جنوبی متفاوته It's very important for people to go to school and find a good job خیلی مهمه برای آدم ها یا افراد که برن به مدرسه و پیدا کنن یه شغل خوب So studying is very important بنابراین مطالعه کردن خیلی مهمه اهمیت داره Young people افراد جوان get up at about 6 o'clock have breakfast with their family and then go to school. افراد جوان از خواب بیدار میشن حدود ساعت 6 صبحونه‌شون رو میخورن با خانواده‌شون و سپس میرن مدرسه. Schools in South Korea start at 7 o'clock. مدارس در کره جنوبی رأس ساعت 7 شروع میشه. After 5 hours of lessons in the morning, بعد از 5 ساعت درس دادن در صبح It's time for lunch. وقت نهاره. 7:05 میشه 12. یعنی رأس ساعت 12 نهار میخورن. Most people have lunch at school. بیشتر افراد نهار میخورن در مدرسه. Then there are more lessons until 6 o'clock. سپس درسای بیشتری هست تا ساعت 6. But that's not the end. اما این آخر کار نیست. Many young Koreans بسیاری از کره‌ای های جوانان کره‌ای go to the library and study from about 8 o'clock to 11 or 12 o'clock. بسیاری از جوانان کره‌ای میرن کتابخونه و مطالعه میکنن تا حدود ساعت 8 از 8 تا ساعت 11 یا شاید هم 12. یعنی دقیقاً از صبح که مدرسه شروع میشه ساعت 7 تا ساعت 12 شب دیگه خودتون فکرشو بکنید when the library is closed یعنی تا وقتی که کتابخونه ها بسته میشن کتابخونه ها رو میبندن at that time در اون زمان they go home in a special minibus یعنی اونا به خونه میان در یک با یه اتوبوس خاص دقت کنید اینجا هم
مشخص کرده، پس این خبری هست. اینجا رو هم مشخص کرده. Most students don't go to bed before 1 or 2 o'clock. میگه بیشتر دانش آموزان تا قبل از ساعت 1 یا 2 نمیرن بخوابن، به رخت خواب نمیرن. And then the next day، و سپس روز بعد، after just 4 hours of sleep، پس از تنها 4 ساعت خواب، it's time to get up again، وقتشه که دوباره از خواب بیدار بشن. یعنی فقط 4 ساعت میخوابن. خیلی جالبه. 27. The best title for this passage is، بهترین عنوان برای این متن هست، Finding a good job، یه شغل خوب رو پیدا کردن. People in South Korea، مردم در کره جنوبی. Life is different in Korea، زندگی در کره متفاوته. Studying in South Korea، مطالعه در کره جنوبی. خب با توجه به شواهد و قرائن متن، مطالعه کردن در کره جنوبی پاسخ صحیح هست. 28. The students in Korea usually eat their lunch after school in the library at 11 o'clock. At 12 o'clock، گفتیم که بعد 5 ساعت درس خوندن، ساعت 7 هم شروع میشه، 7 و 5 میشه 12. دانش آموزان در کره معمولا میخورن نهارشون رو at 12 o'clock، در ساعت 12، رأس ساعت 12. 29. How many hours do the Korean students sleep every night؟ چند ساعت دانش آموزان کره‌ای می‌خوابند هر شب؟ 6 hours؟ نه. About 3 hours؟ حدود 3 ساعت؟ نه. About 4 hours؟ حدود 4 ساعت. همین درسته، 1 or 2 hours، 1 یا 2 ساعت. پاسخ صحیح گزینه C میشه. See which sentence according to the passage is not true؟ بر طبق متن کدوم جمله درست نیست؟ جمله اول، The students usually come back home by city minibus، دانش آموزان معمولا برمیگردن خونه با مینیبوس های شهری، که همین همین گزینه درست نیست. For finding a job، برای پیدا کردن یک شغل، studying is very important، مطالعه کردن خیلی مهمه. The Korean students usually sleep after midnight، دانش آموزان کره ای معمولا بعد از نیمه شب میخوابن، چون ساعت 1 یا 2 شب میخوابن. The Korean students، دانش آموزان کره ای، are very hard working، خیلی سخت کوشن، که کاملا درست. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار مطالبی از این قبیل کمک کنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید، و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.